سلام و سراچه خوش آمدین. این بار با یک خانم پرتلاش و صبوری گفتگو میکنیم، کسی که به مادر معارف افغانستان ملقب شده است. از چند بند و دشواری زندگی تانسته عبور بکنه که هر کدام و هر قصهش شنیدنی است. خانم تاجور کاکر، بفرمایید. خانم کاکر خوش آمدید. سلام، بخیر آمده. حال شما خوب است؟ بسیار خوش آمده. بفرمایید. من بسیار خوشحال هستم امروز که شما را در برنامه دارم. مامان جان، بسیار تشکر. لطف میکنید. بسیار خوش آمدین. من علاقه دارم که قصه ها و صحبت های شما را بشنوم، قسمی که مطمئنم بیننده های این برنامه هم علاقه دارن، که تجربه ها و قصه ها و سرگذشت عجیب و غریبی که دارین هم بشنویم با اشتراک تجربه های تمام مردم افغانستان. ما هم در خدمتتان هستم. انشالله بیکم و کاست هر سوالی که داشته باشین جواب میگم. لطف میکنید. صحتتون خوب است؟ والا دمی روزا یک ذره خوب نیستم، دور از جانتان، از صدای معلوم است. چون امروز شما وعده کرده بودم یک مسلمان وظیفه شمیست که با وعده خلافی باید نکنم. خوب، بسیار تشکر. زحمتتون رو ببخشین. راحت هستین؟ بخیر، بالکل. خب، قوام خدمتتون و انرژی هم داریم در وسط برنامه. هر کدام اشتها داشتین استفاده کرده میتونین. من میخوایم از بخش اول برنامه که آغاز سالهای اول زندگیتان است شروع بکنم. کدام سال تولد شدین و کجا تولد شدین؟ اول خود سلام به شما و بیننده‌های عزیز. دیگه سال تولد من به حساب عیسوی 55 1949. بله، بسیار خوب. امسال باید باشین 72 73. شکر، صحتتون خیلی خوب است و از بابت حس خوبی است. سالهای اول زندگیتون چطور گذشته؟ 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی یادتون میاد چیزایی؟ والا باقی خاطرات خوش از سالهای اول زندگی خود که دستراست چپ شناختیم. پدرم غلامت خان کاکر بود، کمیسار سرداد افغانستان، باز برزوی که آب دریای امور از روسا گرفت، باز برش یک مشکل سیاسی پیدا شد. ما پدر خود در زندان دیدیم که می رفتم و پدر خود به زندان می دیدیم. باز صنف اول مکتب عثمان خان انبری که باز پسان وزیر معرف شد، دکتر فامیلی ما بود، مرد مکتب شامل کرد. صنف سه مکتب بودم که پدر ما آزاد شد. خب، تا صنف سه در مکتب ملاله شاگرد بودم، درس خواندیم. پدرم که آزاد شد، باز چون مشکلی داشت رو به قندار نمیموندن بره. اصلا مادر و پدر و جای پدری ما قندار است. خب. باز به قندوز روانش کردن. در قندوز هم پدرم هم خودش از جمله مؤسسین قندوز است که اولیس والی دشت هرچی و قلعه‌زار هم هستش است. باز فقط اونجا از صنف چهار مکتب شامل شدم. صرف از صنف چهار شروع کردیم؟ در قندوز، نه، تا صنف سی خود در کابل خواندم. بله، در قندوز صنف چهار دیگه اونجا رفتم. صنف پنج مکتب بودم امتحان سی ماه که پدرم به شهادت رسید. دیگه 11 ساله بودم که یتیم شدم. 12 ساله بودم که مادرم مرا نامزاد ساخت. در 12 سالگی نامزاد شدین؟ بله، صنف صنف چند؟ پنج مکتب. صنف پنج مکتب؟ بله. عجیب. بله، که کس را هم نمیشناختم که کی است، تا 4 ماه 5 ماه نمیفهمیدم مرا برای کی دادن. این چطور اتفاق افتاد؟ اصلا او مثلا 70 یا 60 سال پیش یا چیزی کمتر چطور پیش آمد؟ اصلا نمیشناختین؟ با خانواده چطور ارتباط گرفتن؟ خب، کار مادرم بود و مامای مینادس داشتن. نگذر باز وقت همین انسان هایی که میگه دولت دار باشه، اونا مشکلاتشان زیادتر میباشه. بله. شما هم از مردم هایی بودین که امکاناتتان زیاد بود ولی مشکلاتتان هم زیاد بود. بله، دیگه عین از خوردی من وقت یادم میامد که خواستگار میام، پدرم بازو تو یک آدم نبود. بسا کم وقت دیدیم که میامدن که از قندار از هر جای. پدرم یک کلمه همیشه میگفت که دختر ما باید درس بخونه و دکتر شوه. حتی یک روز ذکر موسا جان قنداری میگفت که گفت قطع پیغله ده پمیمان خانه که ناسته ای دریشی آقوندی.
سعی کرد گفت که آجی گفت او یو صدر تو هم دست ما سره پلیچون و بز مالور واغندی او خپل وطن بساتی. او خیالات بسیار بلند داشت بر ما که ما هم دامی خیالات زندگی میکردم که تا درس خلاص نکنم، فاکولته را خلاص نکنم. حتی پدرم کس که گپ خواستگاری را میزد بازور از خانه من میکرد. دیگه روزگار که چپگی آمد، حتی در وقت که پدرم جان میداد ما بالای سر ششته بودم. نمیفهمیدم او جانکنی داره. گفت برو مادر تا صدا کو. اما قصه که طرفش گفت دخترم تا درس خود خلاص نکردم به شوهر نتی بچه هم درس خلاص نکرده زن نگیری. خو اما قپیز اما قدارم تا نواسه و کواسیم بخوره باد کنه گفت احتیاج نمیشی. بعد خودش یاسین شریف خود من فکر کردم که جان داد هیچ هم جان کندن شما نفهمیدم. دیگه بعد از او همه چیز برعکس شد. برعکس شد؟ بله. پدرم کلان پشتونا و به قوم کاکر از قندار و شوهرم ازبک او هم زن داشت. من هنوزم هم اینجا مانده ایم که شما وقتی 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله بوده باشین در همی سن هم خواستگار میاد در این جامعه ما. در خو این نمونه ای از خانواده های دیگه هست که در افغانستان خو اینه که از زندان پدرم خلاص شد میدیم منطقه یک چیز پدرم میگفت که زوی دقیق میلمانو پا بوتو که اوبا برو اچوه منش نمیفهمینو که پدرم اونجا میگه سلام بته دست شما چگو باز چی میشه که باز میمانا رو میگه در بوتا ازی او پرتو خب باز من که مادر کلام پرسان کردم که تو گفت خواستگاری آمدن پدرت گفت ده بود تایشن آمدن خب یک نواجواب بود که برشان میدونم یک نواجواب بود خب یک قسمی شروع شد اصلا بله. بسیار تعجب آور است و ما را متوجه میسازه به اتفاقاتی که برای بسیاری از خانم ها در افغانستان میفته دکتر خانم هایی که از سن کمتر میرن به ازدواج و خانواده شوهر خب سالهای بعدیش شما دیگه مکتب به پایان رساندین بعد از اون تحصیلات عالی کردین اونجا باز یک چیز خوب بود که استادای بسیار خوب داشتم استادای مهربان خصوصا مریم جان ناشر که خودش جرمنی بود مدیر مکتب ما بود چون اول نمره مکتبم بودم و اول نمره صنف بودم دو قانونی بود که دختر که عروسی میکرد من اصلا 7 عروسی 14 سال عروسی شدم او رو اخراج میکنن اما اونا کل نمره ما روان کردن با وزارت معارف که خوشی کردن و استادای مهربانی کردن باز وزارت معارف مرا اخراج نکرد از مکتب خب گفت درس خود دوام بده اما در پالی ازی بعد از وقت باید یک صنف درس بده بیماش خوب. باز ما هم قبول کردم خب اولین معلمیتون از کدام سن شروع شده؟ 16 سالگی بله. و تا به این سال هم معلم مانده؟ بله 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 یعنی میشه 50 سال کم و زیاد یا بیشتر 48 سال معلمی کردیم و در بخش های مختلفش مدیر مکتب، دایرکتر معارف در خارج از افغانستان، در پاکستان مشاوریت وزارت؟ مشاوریت وزارت مؤسس مکاتب همه بله، این بله. مادر معارف افغانستان خدا چطور اتفاق افتاد؟ بسیار علاقه دارم برای که از ما خوردی چون در درس خود من تو یک صدمه رو دیدم و با بسیار مشکل درس خواندم در 15 سالگی مادر شدم در 15 سالگی مادر شدین؟ بله خب. و مادرم اینا که مرک عروسی کردن اینا قندار رفتن تقریبا ما دختر 5 ماه داشتم که بعد از اینا آمدن دک فامیلی که زبانشان هم نمیفهمیدم رسم و رواجشان هم نمیفهمیدم اما هر گفت که داشتم مر تصمیم میگرفتم پیش آینه میگفتم برای آینه میگفتم که باید چی تصمیم بگیری تاجور باید چی کنی تاجور تو. به خودتان میگفتم بله. باز بود که یک وقتی به نام موتی یک کسی بود در سفارت آلمان کار میکرد که مادر مریم جان بود خب این خبر شده بود از یک پاهم بسیار گریه کرد این دیدن ما آمد باز مرد متاق بود مرا گفت که بچه من از تو یک سوال دارم زندگی تو مثل عزیز که با یک هیولا رو بروشیدی هیولا میخوای تو را بخوره تسلیم میشی مطمئن نی چرا من هیولا رو باید بکشم نفهمیدم این روانشناس بوده باز برم دیگه سوال کرد گو بچه می در پالی بر استاد استی او وزیر یاد نداری پایین شعار کس نیانگ استی تو را یک کسی بخبر تیله میکنه میخوایی که بری تو را نیانگ و اینا بخوره مهتم نه گفت او وزیر گفتم دست پای میزنم دیگه شاید خدا نجات بتم ماما نمیخوایم کس مرا بخوره بازی مرا در آغوش گرفی زن بسیار گریام کرد روی ماماش کرد مریم جانا گفتی موفق است خود تا آخر مکتب که میرفتم معلمین ما یگان دایشان
مادر من دو میزدن یکان تا بعد باش میکردن. شما چی حس داشتن مورد مادرتان؟ والا دیگه از خاطرم احترام مادری رو میکردیم دیگه. نه گاهی وقتا دلتان گله آمده؟ گله معلومدار میامد. پارچه های خودم میدیدم که دو تقدیر از کل مزامینم و آرزوهایی که داشتم، آرزوهایی که پدرم داشت. خب من از خاطر ازی چون پدرم پولدار بود، پدرم زندان سیاسی رو تیر کرده بود، وقتی که دیقان می آمد اینا باز پدرم می گفت که بچه‌م برو امروی دیقان حساب کن. برادر کلان مزمه که کلان بود، او یک ذره علاقه نمی گرفت به این چیزا. باز مرم پدرم می گفت که برو بچه‌م این حساب کن، برو تیتا. پرسان میکنم که پدرم اصلا مره چرا در این کارا دخیل می سازنه؟ یا باز قصه ها را برم می کرد اینا. دیگه خاطر از او که اما که یک روز هم میشیندیم که مامایم گفت این دختر بسیار خطرناک است، هوشش به هر چیز است. دیگه بازم اول مرا تیر کردن دیگه. تو فکر کردن این عرف مردم افغانستان بوده و هست؟ بله. تا جای هم تغییرات آمده اما تا جای هنوز باقی است. اتا من صاحب شش اولاد بودم در قندوز وقت داود خواه آنمو مامای ما آمد پیشوی شوهرم گفت، گفت ما تو رو به ازبک دادیم، سر انباق دادیم که گم نیست شوی، مگم از سالنگی طرف نام توست تو خدای تو کشیدی. حالا هم هستن که بشنوید؟ نه نه، کاش که اولادش هست، اگر خودش نیست. خودش نیست. خب خب اینا رو میشنویم و قصه میکنیم، اما فکر میکنم رابطه وقفه است. پس از یک وقفه کوتاه ادامه بدیم با خانم تاجور کاکر. خوش آمدین. ادامه برنامه سراچه است. در مورد اطفالتانم بگوین، از سن 15 سالگی مادر شدین، گفتین 6 فرزند دارین، کیها هستن؟ نه نام خدا 7 فرزند دارم. بله خب. سال یکی یکی بودن. خب. اما اولادایم کلگیشان سر میزای خوش که مکتب کلان شدن، شکر. دو پسر دارم، 5 دختر، نگار شکر سر کلشان تحصیل کردیم. آه. داخل هستن یا بیرون؟ نه خیر بیروسن. خب. بخاطر از اینکه وقتی که من زندانی شدم بعد از 1.5 سال حبس تلقی، خدا یک دختر دیگه به من داد، نام از رو میهن جان ماندیم. در پاکستان، باز از پاکستان که تبدیل شدم استرالیا، همگی شانه بردم اونجا. خب. اونجا شکر درسهای خود خواندن، تحصیل خود کردن. نام خدا. خب همزمان تربیه اطفال و رسیدگی به خانه و همزمان وظیفه رسمی داشتن، به حیث یک مادری که وظیفه داره، به یک زنی که در زندگی رسمی در جامعه افغانستان نقش ایفا میکنه، چی حسی می داشته باشه؟ آدم احساس سختی میکنه، بار زیاد داره، گران است، آسان است، احساس موفقیت داره با خودش یا همیشه زجر است؟ نه، انسان اگر بعقیده خودم، انسان اگر هدف داشته باشه، هر زجرم قبول میکنه، احساس خستگیم نمیکنه. شما هدف داشتید که خود را آسان شده؟ بله، من هدف داشتم که باید خود از حالت بکشم، یک زندگی خود پیش ببرم، اولادای خود خوب تربیت کنم و با معلمیم علاقه داشتم، 6 ساعت درس میدادم، اما روی یک تقسیم اوقات بود. من خب. فقط یک شب و روز 3 ساعت الا 4 ساعت خواب میکنم. خب باز همیشه همین قسم پیش رفتیم. اما تو پیش رفتیم. بله، این انضباط کمک کرده براتون؟ بله. شما از همکارایم پرسان کنین، از هر کس که دوست دارم. موینت در زمان موینتتان سختگیر بودین زیاد؟ والا بخاطر از این انضباط نبود؟ این سختگیر همیشه بودم. دیسپلین است. یا معلم ها سختگیر می باشن؟ نه نه، شاگردان مرا بسیار دوست دارن، حال می آین رم کلان آدم ها شدن، اما می فهمید وقت شاگردی از پشتم که می رفتن می گفت های هتلر، نام مرا هتلر مانده بودن. هتلر؟ بله. چی نامه جی؟ همین نام هتلر هم دلیسی بلقیس که معلم سارندوی بودم و معلم پشتو و اینا. بازی که مدیر مکتب شدم در مکتب نمبر 2، نامم هتلر بود. کابل که آمده و همین نام هتلر پشت اومده کابل هم آمد. خب کی ها می گفتن زیادی؟ شاگردا. بله. عجب آدمای شوخی. نه و باز وقت شوهرم هم مرا هتلر میگن. او چرا؟ برای او که حکمرانی نکردین یا کردین؟ والا حکمرانی کردیم سرش به هم. باید این وقت خواب کنی، باید این وقت کار کنی، باید اولادای تو باشه. اینمی این زبات اینا هتلر گفتن. خب بسیار خوب است به نظرم. خیلی هم حاصل داره زندگی که با این زبات باشه. او را میاد تو یک دفعه پیدا کردم که یک دخترک بود، یک ذره در درس هم ضعیف بود، در صنف نوی مکتب یک چیزی در کتابچه دو می آخر نوشتن که کتابچه رو پت میکرد. من
چی پیدا کنم در کتابچه ازی چی باشن. چرا ما در مکتب انضباط داشتیم، دخترها اجازه نداشت که امریکا از خط خطروی داشته باشه، گپان بود نه؟ کتابچه ازی رو کشیدیم، نام یک معلم سبه نمیگیرم، او رو گرفته بود لپسیلین و پودر رو گردش نوشه کده بود، نوشه کده که صندوقچه آرایش. خب دیگه معلم یک نام ده من زوز ورق زدم در می نوشه کده بودم، یک رسم کده بوده های اطلاع رو نوشه کده تاجور کاکر. باز همو دیدیم که تو اطلاع رلتا آلم باز شاگردایم در بانگ جانی یکیش ولیزار است، خندوز است که اونجا مشاور است، کلان کلان آدم هستن دیگه. اینا که میگه میگه استاد پشت دو دقار نمیدم شما مرا وقت لر میگه استاد میفهمید اینا متلر ما گفتم مانده بودین دیگه شاگرد خوب بیمانه سر معلم نان اما خیر نام بد نمانده بودین سر چه جالب باز وزارت هم اینی ما یعنی امریکاس چی ندارم اما هر کس که میایه یک وظیفه را پیش میبره مسئولیت میگیره باید ایمانی و وجدانی وظیفه خود را پیش ببره. بله بله درست است درست است کاملا درست است دیگه درست است. نام خانوادگیتان چی است؟ در خانه چی صدا میکنن؟ البته خب طبعا اولادا که مادر صدا میکنن. اولادا خب مرجان. مرجان. آه. خانواده خسرو یا شوهر منظورم است. اونا دیگه قانونی سالم نسل جو که به جوان که آل کلان شدن، شکر صاحب زن شدن، دخترای ننو، بچهای ور، بچه کاکا خسرو کار ما رو بیبیم میگن. بله. او قبلی ها؟ قبلی ها دیگه. دوره جوانی میگن. او کاکا خسرو ماما خسرو ما کلین میگفتن. خب. و دیگه جوانایی که او دوره بود ینگا میگفتن. دیگه خوب. بله. خب. اتون نامی که با جان یک جای شده باشه فلانی جان داشتین در خانه؟ حتما به شوهرتون داشتین دیگه؟ دیگه شوهرم باز وقت دیگه چون مرا پدرم در خانه زیاد ناز میداد، قند صدا میکرد، قند پدر. بازی قند پدرم یکان دفعه شوهرم کدام روز که اگه میروان میبود باز قند شوهر میگفت. نمی قند کجا میگفت. خب بسیار خوب است. پیش از اینکه وقفه بریم بیاین از معینتم قصه کنین. چطور معین شدین؟ به وزارت چطور انتخاب شدین؟ واسطه تان قوی بود؟ چطور پیدایتان کردن اصلا؟ ولای تو بود که ما خود پاکستان تقریبا 8 سال کار کردیم و کرزه صاحب از اون وقت مشناختم، ما مجاهد بودم، ما مجاهد بود، فامیلیم شناخت داشتیم. دیگه اونجا هم که معرف کار میکردم، هفته یک دفعه، یکان دفعه کرزه صاحب سر میزد، میامد، میشیشت و باز مشوره میگرفت. لبشور؟ بله، باز من خود وقت طالبا آمده بودم، دو دوره طالبا. بله. مکتب داشتیم، ممره مکتب خود بسیار خوش بودم. بازم او بود که مرا کرزه صاحب بیرق بالا میشم، روز بیرق بالا بود که کرزه صاحب گفت که شما باید به صفت معین اوجا برین. من گفتم حالا من نمیخوایم که به صفت معین اینا. 29 روز نرفتم. خب. نرفتم. امرای مکتب خود بسیار پروگراما بر معرف داشتم. از اون مکتب خود میخواستم آرزو آز دیگه نی. مکتب و معلم اترست که مثل باغوان است. بله بله. نهالای را کشانده بودم میخواستم که نکاره ببینم. سمرش را ببینم. باز بود که امی کرزه سوی بیم ریس افیدا که پیشش آمده بود. باز اونا گفته چرا وزارت امور زنا ساختی و اینا میفهمیم که باز جا. باز گفته که این به صفت موین خود نمیرن. بود که ریس افیدا در جانم آمده از طرف پکتیا و خوست اینجا بود. شما خب میفهمین قانون ما افغان ها را وقت کلان ها و حال ما صداقت فقط برای من گفت من نمیم گفت مقصد اونجا یک تندور از دم تندور رو تر تیله میکنیم دیگه که باید جنجات بفهم. من خود دیگه یک تندور مادر تیله کرده که دیگه هم کلان ها ما هم قبول کردیم. باز خدمت سی چار سال دوام کرد؟ بله تا از سال وقتی کرزه ایسا تا 2003 بودم. تا 2003 بودم. بله بله. خب خب خب. حتما در این مورد صحبت خود کردیم. نوبت وقفه هم هست و جالب ای است که یک تجربه دردناک و عجیب تکلیف یا بیماری هم داشتین که در مورد اشاره خود کردیم که بله. شکر خدا حال صحتتان بسیار خوب است. میریم وقفه. پس از وقفه با ما باشید. خوش آمدین. ادامه برنامه است. حامی برنامه ما هپی مسیف انرژی درینک. تشکری میکنیم. حتما استفاده کنین انرژی برای تغییر. نوبت است که عکس را ببینیم. خانم کاکر اگر موافق باشین در مورد عکس ها هم گپ خواهد زدیم، در مورد این مجموعه از دستاوردها و حاصلات زندگیتان. چیزهای دیگه هم هست که اینجا نتونستیم داشته باشیم. از کجا شروع بکنیم؟ قبل از اینکه عکس ها را ببینیم. این در این کتاب چی چیزها را داریم؟
چی نوشتین داخل این کتاب هستن؟ این کتاب ها کلی اسناد ما هستن، ما چیزی نوشن نکدیم. خب، بخاطر اسنادایی که کار کردیم، از به کجا اسنادای مکتب هست، از پاکستان گرفته تا افغانستانه. خب، چون ما یک مریضی رو تیر کردم در 2011، وقتی در روزگان رفتم، از روزگان آمدم مریض بودم، اینمی اسناداره. اینجا یک گروپ داشتیم 800 جوانای تحصیل کرده بود که کلشان دکتری و ماستری و اینا داشتن. خب. باز امونا لطف کردن که نمی اسنادا را کل گشته که از این از بین نره، کلش یک جای چاپ کردن، تقریبا 700 صفحه است. خب. وزیر خدا باشه بابا میخواست که بر ما وادم کرد که ایره سر زندگی شخصیت، سر زندگی سیاسیت باید کتاب نوشته کنی و مصرف شام ممید. خب. باز بابام فوت کرد و دیگه او کارم هم تمام. بله. خب، مجموعه جالبی است. بله. خب، از بابا شروع میکنیم. این در مورد این بگوین؟ این مدال است که لازرت ظاهر شاه برم داده، بابای ملت، و در پالی از او یک نامم برم داد. گفت بچیم در پالی از ای که ما تره میگم که تاجور کاکر هستی، دختر علامت خان هستی، یک نام دیگه بر تخلص دیگه هم برد انتخاب کنیم. گفتم او چیز؟ گفت تسلیم ناپذیر. تسلیم ناپذیر؟ آه. یک بارم هتلر، یک بارم تسلیم ناپذیر. بابا نام مرا تسلیم ناپذیر مانده. بسیار جالب. ما باز پرسان کردم تسلیم ناپذیر یعنی چی؟ گفت بچه زندانم دیدی، چون میامد قندوز همیشه پرسانم هم میکردن ملکه صاحب اینا. خب. میگه بچه من تو هیچ تسلیم نشیدی. مبارزه کردی. تسلیم ناپذیر دیگه. گفت امی تسلیم ناپذیر تو را خوب میگن. بعدم صحیح است. این یکی بوش. ای در 2004 بود بخیر. از 11 مملکت اسلامی زنای مسلمان از طرف ستیت دپارتمنت دعوت شدیم. باز ای بود مسلم وومن این پالیتیکس. زنای مسلمان در سیاست چی داره؟ درست. باز ما هم در این جمله دعوت شدیم و در نتیجه ایشون رو میبینیم که ما گلدن بوش هم گرفتیم. درست. بله. درست. این دزوانان دیاریکو مرکز؟ بله. این از طرف جوان ها به می مادر سرسفیدشان داده مادر شده. مادر تسلیم ناپذیر. و این یکی؟ ایره که قصر سفید است؟ نه. ژاپن رفته بودم. خب. ژاپن رفته بودم، هیچ پروگرام نداشتم که پادشاه ژاپن در پروگرام نبودم. دیگر بود که از سناتورهای مشهورشان آمد، گفت که بسیار خستان بودم، گفت بیا که پادشاه خواسته ایدم. باز مرا برد اونجا که رفتم، یک آدم بسیار ریش سفید که از ظاهر خان کردم بسیار پیر بود، سلام علیک کردم، شیرم گفتم سوال میسته که در پروگرام نبودم مرا چطور خواستین؟ گفت ما از همی جوانی ها که تو هر جا گپ زدی و مظاهره کردی و جهاد کردی، میگفتم من زنده باشم تا رو ببینم زنده. خب. خبر داشتن؟ بله. داشتن، بسیار اخبار ها اونجا بود. امی خودش در پیاله که خود پیاله را گرفت، خودش برای من چای انداخت، چیزی نموند، گفتی چای یک شب چای برای من انداخت. باز بسیار گپ ها زدیم از طرف و از طرف. باز دمی آخر گفت که اینمی اسمبول ژاپن است که برد. بسیار خوب، بسیار خوب. نام خدا دستاورده زیادی داشتین. این هم یک یادگار. این در سال 2008 من مشاور ارشد روابط سیاسی پارلمان شدم، امرای نیویورک انیورسیتی کار میکردم، چون 6 مملکت جنگ زده اونا برای چیشان برای تقویه پارلمان پروگرام داشتن. من مشاور شدم اونجا. بازم اونجا من شروع کردم، چون من هرچی تب تلاش کردم به پارلمان بیایم بسیار کارا در فکرم بود که باید بکنم. باز امرای همی سناتور صاحب امینزای و سناتور باختر امینزای و سناتور صاحب انجینیر افضل احمدزای گپ زدم. گفتم شما خو چی دارین؟ مافیات دارین؟ چرا میاین همی یک حرکت نمیکن؟ گفت چی حرکت؟ گفتم شما یک حرکت کنین که برای سال ما کار کنیم. بیاین که جنگ خلاص کنیم و او طرف هم فرزندای ما و شماست. چرا میترسین؟ باز همی دو نفر خدا خیر به تردوشان امره ما. باز ما اساسنامیشان ما نوشته کردیم تقریبا 80%. باز شروع کردیم که باید بر سال کار کنیم. بله. بله. باز ایره دمی آخر دیگه کرزای صاحب وقت خوش نبود از ما، به خاطر که اینجا یک ماده ای بود که حکومت برحال نمیتونه سال بیاره، باید یک حکومت موقت باشه که از دو طرف آشتی پرده.
دیگه با شما ببینیم باز تیز پایک ها که بسیار خیر آدم میخواه باز میگن دیگه باز گپا سر از اون باز بودم این وقت آخر که از ایسای بر من از اداره مور تلفون آمد گفت که برای تو چی آمده مدال آمده گفتم چی میگن کی داده گفت که از ایسای باز رفتم باز که از ایسای ببینیم مدالم برای من لطف کردن بسیار خوب بسیار خوب خب اکثرم ببینیم که تایمی برای ما کم نشود این عکس کجا هست؟ این عکس است که اولین دفعه لیسه ملاله که در پاکستان تاسیس میکدم این اولین گروپ معلمین است که با بسیار ترس و لرز آمدن و یک جای یک عکس گرفتیم میدرسیدن؟ خب مشکل بود در اونجا بسیار مشکلات بود اینا رو خانه به خانه ما رفتیم پیدا کردیم و آوردیم ایشانه باز دیگه اما تو یک لیسه شد که از امریکا و چیش آمد وزیر معرفش و مکتب دید و از اروپا آمدن دیدن زنایی که میترسیدن با هتلر یک جا شده بودن دیگه. با هتلر یک جا شده بودن ترسشون پریده بودن اما هم کارهای بسیار خوب بودن هر جای باشن خداوند پروردگار خوش آرام داشته باشیش عکس بعدی؟ خب این هم فکر میکنم صنف است نه این در روزگان است روزگان روزگان وقتی که من مشاور تکنیکی وزارت معارف باز من داوطلب روزگان رفتم به خاطر از اینکه وقتی که در پارلمان کار میکردم هیچ وقت ندیدم که شاگردا با پانتون بیایه یا بورس بگیرن روزگان بله از روزگان باز وقتی که من رفتم وزارت معارف آقای فاروق وردک اونجا وزیر بود لطف کردن برای من گفت وقتی که من در چوکی شدیم تا رو میبینم من خجالت میکشم گفتم خدا نکنه گفت خودت که تبعید شدی در کجا کجا تو در پاکستان مکتب ساخته بودی گفتم بیادر یا خودت یا من مگه مال آمدیم اینجا در خانیم باز گفت چی مکتب من میرم روزگان اما تو چی گفت روزگان ندیدی گفتم نه در نقشه هست یا نه گفت هست گفت یک تفتیش یا گفتم برو تفتیش گفت زوف کرده در شفاخانه هست نرفتم مهتم بخو میرم باز رفتم روزگان دیگه اونجا هم چیزی که تپ تلاش از دست ما پوره بود مکتب تاسیس کردیم این دخترها باز اونجا کامپیوتر میخوانن یک سال اونجا تیر کردم بله ما تشکر میکنیم عکس بعدی آها ایخو یاد افغانستان قدیم این مکتب غفور ندیم از بعد از اونم چادر دادم از زندان که خلاص شدیم این معلمای ما است که یک جای امروی عکس گرفتن دستان مکتب غفور ندیم بسیار خوب بسیار خوب عکس بعدی میبینیم خب این عکس ای که از زندان خلاص شدیم و پاکستان ماجر شدیم اولین دفعه بنام ماگدالینا بومان یک خبرنگار مشهور سویدن آمد برای ما مصاحبه کرد این دمو انگام مصاحبه اما گرفته بله در مورد ای که چطور زندانی شدین هم صحبت میکنیم بله این ای یک دختر فرانسوی است برام کریستینا ای پیش ما آمد در پاکستان میخواست افغانستان بره و غزنی در وقتای جنگ دکتر از خودش خب. بازی رو دیگه چادری کردن یاد دادیم که چادری کویتا بازی رو رایی کردم غزنی باز فضل خدا از غزنی که پس آمدی مسلمان هم شد مسلمان فرانسویست بر راستی شما گاهی چادری رو سر کردین؟ والا وقتی که از افغانستان مبر آمدم چادری سر کردم وقت روسا در قندوز به چادری نمیگشتیم خب آه. چادری رسم خوب افغان ها هست؟ والا اصلا رسم افغان ها نیست اصلا رسم افغان نیست. ای از خاندان مغل بعد از که انگلیس ها شکست خورد اینا یک پروگرام برای زنای افغان جور کرد چرا که اونا میگه که مطل دارن میگه از شیر از نرش کرده مادیش خطرناکتر است بله. دیگه ای تو زنای افغان هم به شیر مادت چی کرده بودن تلقی کرده بودن باز اینا میخیزه که یک انگلیس در مسجد پلخشتی چقدر گپ میزن زده افغان ها و اینا باز این چادری اول به شکل دلاغ میه که زری زدگی و باز مردم زنا که میگیره پیسه میته اونا را این آهسته آهسته از خاندان مغل به افغانستان آمد پس لباس افغانی اونم کالای افغانی است هیچ قوم افغان هیچ قوم افغان که اگر پشتون است تاجک است هزاره است ازبک چادری ندارن کلشان لباس ملی خود دارن درست بسیار خوب عکس بعدی رو میبینیم خب این عکس فکر میکنم از والدتان باشه از پدرم است بله درست میخواین ما رو چیزی بگوین؟ یک جمله بگوین بسیار دوستش دارم خدا جنتان نصیبش کنه آمین عکس بعدی این در هالند است در هالند بله کیا هستن؟ در سال 87 او شوارم از که پولی میشته خب اونجا برای کنفرانس رفته بودیم باز مظاهره کردیم این یک کمیته است به نام کمیته افغانستان آزاد به نام دامنیک یک کس است که رئیس از اوست او یک بازار تاشقرغان سرپوشیده را جور کرده در آلین بازار سال مردم میره و بازار
تمام چیزای افغانیست و لگنای میسی و این چیزایی که میبینین اونجا برده ای آدم هر سال تجلیل میکنه. خب عکس اخیری رو میبینیم. این خانم کیست؟ این زن در کمپ هریپور بود. خانم است که چهار بچه خود در رای آزادی افغانستان در جنگ روسا شهید کرده بود و سه داماتشان. فقط دو خیمه کلش از یتیم و بیوه پر بود که رفتیم. این زنایی بودن که در کمپا این رو باید بگم که زنای افغانستان زنای بسیار باشامت هستند. اینا فقط همین سرکای پاکستان اینا جور کردن. اینا از کوه سنگ اجاره می گرفتن، میده میکردن، سرکا در سرک منداختن و اوجه دستکای ازی تکه تکه بود. باز ازی پرسان که مهتم چطور خسته شدی یا نه؟ همه تو چرت کرد چرت کردم بچه خود صدا کرد نواسی گفت اینجا بیا. گفت از ما دقل مسئله اوز در نو کال دی دخلای دی دو نام را که چی در توپک پرته که بیایم والا که روسان پریشتم. یعنی زنای افغانستان روی بلند زنای افغانستان بود که خفه نشین که مردا جهاد کرد. باز مردا رو من میشناسم در افغانستان که بسیار میخواستن جهاد کنن بسیار مردم های. اما وقتی که زنایشان شانه نداد نتانستن نه جهاد کردن نه مهاجر شدن. اما کلگی ماندن. بله بله. وقفه میگیریم. پس از وقفه با ما باشین در ادامه بخش های بعدی. خوش آمدین خانم ککر. امسال بین سیجا بگویم اصلا امسال زمستان بسیار سیاسی نشده یا سردیش یا فقرش یا هر بلایی که است. نه ولی نعمت خداوند است. برف نباره خوب باز خوشسالی میایه. بینانی چطور؟ خداوند خودش ما را زر امتحان میگذرانه. ببینیم که اقدعا میکنم همیشه که خدای مردم ما را از این امتحان هم کامیاب داشته باشی. بله انشالله که کامیاب برایم. اصلا چرا زندانی شدین؟ زندانی مثل که به لکا و هزارا معلمان و استازای پانتون در زندانی شدن. مسئلین چی بود؟ در سال 1357 ماه اوت بود. در ماه اوت چی وقتی که اول در قندوز چی ها قیام کردن کاکلا قلایزال. خب اینا قیام کردن در پالی ازو چون سال 1957 قدرت اینا گرفتن دستگیر پنشیری وزیر معرف بود. مرا خواست. ما بودم ملاله ذوالفقار بود و ماری چی مامودی. ما رو اونجا خواستن که گپ زدن دوسیه را کشیدن. شما اگر خبر دارم وقت دوسیه مردم سیاسی دیدیم دوسیه از اونا را کشیدن. پوشایشان سرخ بود و رفتن در اتاق دیگه. باز مرا این دوسیه پدرم که آرد پشت سیاه داشت فرق داشت. بله باز مام تو شک کردم که اینا بسیار پدرم تعریف کردن که تیگ آدم مقتدر بود و تیگ آدم دلاور بود و خدمت کرده و فکر کردم که پدرم کی بود که اینا تعریف میکنن. باز آخر مره گفتن که ما یک چیز افسوس که پدرت بسیار زیاد ضد حکومت دوست بود و ضد کمونیسم بود. باز مام یک ذره خوش شدم دم در جانم در آمد چون پدرم همیشه از اموخ و مقابل کمونستا کسی که بود که قیام کرده بود. خب باز مرا گفت دستگیر پنشیری که چای تا دیدیم تو یک شاگرد بسیار لایق بودی و دخت ظلم شده و خورد تارا به شور داده و ایوی این حال تو اینجا خوش که شوروی میری هم آلمان شرق هر جای که میری امرای اولادایت برو. ما وقت بچه که هم تیمور جان 3 ساله بود دور امرای خدا آورده بودم در وزارت معرف. گفتم که گفتی تحصیلت بدن نمیخوره. من گفتم وزیر صاحب خدا افغانستان اق مترقی بسازه که باز مرا در شهر و کس معلم نگرفت میرم در قشلاق. در قشلاق باز معلمی میکنم اما نمیرم از وطن خود جای. فقط اینم که گپ زدیم و اصلا اتهامتون چی بود؟ شما رو به چی جرم گرفته بودن؟ یعنی پیششان چی بود؟ دلیلشان چی بود؟ مرا در قتل 2 نفر روسی گرفته بود. خب این مردم مال از بیرو هر چیز میگه برای اینکه از زمان داود خان اونا مشنوند خلقه و پرچمی ها که بودن بسیار مرا ما کم گرفته بودن که باید عضو از اینا شام. اما ما به نام قماندان رشید خان که باز قندار به شهادت رسید کدام وقت زیر دست پدرم بودن. او که در قندوز آمد از اون وقت
از من میره خواست که پدرتام دمی را خدمت کرده، باید همین نظام هم نگاه کنیم، اسلام هم باید نگاه کنیم. من رئیس کار میکردم. آدم خود نمیتونه دول در گردن پرته که بگه که من کیستم. و وقتی که تو جهاد زیر زمینی این مفتش ها و اینا که پشت سر ما افتیده بودن، و وقتی که برای من این چی را دادن که باید تو را هر جای بری تحصیل کنی، امره فامیل اولادایت، باز در این وقت اتاق کلام بود، اتاق مجلس، مرا گفت بیا در اینجا. در اتاق که رفتم مردم میمنه و مردم چی آمده بودن، ریسفیدا از طرف سمت شمال، اما اونجا کشیشت یک دفعه یک ریسفید گفتی کیست؟ گفتی دختر غلامات خان کاکر. او آدم نامید بگیریه شدم ترکمن سر ما ماج کرد. گفت وزیر صاحب میفهمی پدرت چی بود؟ گفت ما را میگه بیدار باشین، بیدار باشین، کمونستا یک روز شما دخواهیم تفنگ در اینجا میباشه، وطن تان نگاه کنین. اینی گپ بر ما چی کرد؟ مخواستم اینجا برامدم رفتم قندوز. قندوز رفتم، ما ماموره مکتب نمبر دو بودم. صبح که مکتب رفتم دیدم پشت مکتب، بیرون مکتب هم تو خاک جارو نشده در اون مکتب. رفتم بیوازم یک کس دیگر مقرر کرده به نام حسن مقد. یا موجا دیدم همی اولادا که همه فوزیه جان، بابر جان و فریده جان دیگه در مکتب بودن. فریده هم خصم فر دوی مکتب بود. اینا رو سرفعل بالا کرده که شما میفهمین این زن تو با قدرت بودی ای وی، اینا اول نمره از حق شما رو خورده، بکشین بوتایتان رو بزنین اینا رو. اطفاله؟ اطفاله، بله. دیدم که معلمین گریه میکنه. معلمین گفته امروزی سلام علیک نکنه. اولاد همه سپارچی جزایی دادن به آلچین. سرخانه متاسفانه یک شب پیره بود که بسیار غریب، سر روز مکتب میخوانم، شب نان برش رایی کهی آمدم که او استاد است توبه بچه ام آمد روش پنجایش در روشیم. گفتم بچه ام چرا رویده چی کرده؟ بگیریه شد. گفت مادر مرا شریف زد. منم چرا چی که گناه کردی، شوخی کردی بچه ام؟ گفت نه، مرا گفت همه شام بابا چطور آدم مکه. گفتم مرا زد. گفت خواهین بود. خانه آمدم که دیدم که پشت خانه ما یه آدم پیره است، کی میره کی میایه. بعد از او دیگه جارو کشام سر ما کردن، عرض کار کرد. چون اولادایم خورد بود، اولادایم خورد بود، کسی نبود که اولاد من نگاه کنه. و شوهرم دل کلان نداشت که مقابله کنه دیگه. اینا باز به میرخم دیگه هر تاپه زدن که مجبور شوه و بیایه به دامن. پیش از زندان در غفور ندیم اینم 300 معلم شاید است که هر هفته یک نفر می آمد به سوی بسار بلند. شما اعتبار نخواد که اون معلم ها اگه باشه خبر دارن، به صفت وزیر معرف بیا من اجازه را بخواد. باز رئیس پانتون مهتم کاش که من پانتون را می خوانم. آخر گفتم چرا اینجا 300 معلم است؟ تو گفت برازی که تو یک موقف اجتماعی اونجا 7000 شاگرد بود. سروی کردم کل شاگرد ها تو را دوست داره. پدرت کلان قوم کاکر است، خسارتان کلان قوم کاکر است. من گفتم خیلی شما حکومت ارباب رعیتی میسازین یعنی من از خاطر. باز زمستانش بود، ما شمارم دادن روز شنبهش، یک تحصیل‌نامه هم گرفتم در درس ها و اینا. گفت بیا زمستان درس بتی شاگرد داره، به علاوه ماش معلمی 10000 تا میتیم. من به چی نسبت؟ من چی بهتری از دیگه معلم ها دارم؟ گفت همه قیه چیکو که زندگی نوین و اینا رو درس بده. من گفتم حالا من معلم علوم دینی نیستم، من باید مطابق به دین خود برشان درس بدم و خیانت تاریخی نمی کنم، نه به اولاد خود نام بد میمانم، نه به قوم خود، نه به ارواح پدر خود. باز نمو بوده که روز پنج جدی مرا گرفتار کردم. چند سال زندان ماندین؟ زندان سیاسی خو شو روزش یک سالش سه ماست. خب زندان جنایی یک سال شش ماست. من دیگه یک سال ماندم که به اصطلاح سال زندان سیاسی سی و نیم سال. او وقت دختر کلان من 14 ساله بود، اولاد خوردم با تیمور جان 4 ساله بود. 4 ساله بود. بله. و در کجا زندانی بودین؟ در کابل؟ بله در کابل. خب عجیب است. در صدارت زندانی بودم. در صدارت. نوبت وقفه است. پس از وقفه کوتاه قسمت های باقی مانده را میپرسیم و ادامه میدیم. خوش آمدین قسمت پایانی برنامه سراچه.
من خیلی معذرت میخوام، به شما بیماری سرطان پیش آمده بوده؟ بله، وقت دم زندان که بودم مامو شاکی که اینا دادن و اینا، باز قسم گردیم و میدیم اینا درد پیدا کرده بود. خب اونجا عملی قلبیم سرم آمد، پیش دکتر میرابی رفتم، دمی پلازا بود معاینه خانش. گفتم دکتر صاحب ما یک عملی قلبی را تیر کردیم، شاک برقی و اینا. سکت. گفت بچیم دخترم من خبر دارم، اونو نفر میبینی، نفر خواهد است، میخوایی ما بندیشم؟ من نخیر. گفت بچیم اگر هدف داری قلبت خودت جور کن. اگر هدف داری؟ اگر هدف داری قلبت خودت جور کن. یک زن هدف من دستی بچیم. کسی که هدف داشته باشه صحتمند میشه. صحتمند میشه. خودت گفت خودت جور کن. خب گفتم. باز بود مرا از اینجا به قندوز روان کردن، در کابل نماندن. برای از اینکه گفتن بر مخ حکم اعدام کشیده بودن. نه؟ حکم اعدام؟ بله، حکم اعدام. بعد از او دیگه این وقتی که دبیرو درس کرد در قندار، چلزنی قندار، روسا رو محاصره کردن، قنداری ها مجاهدین. نمیفهم از چطور خبرشان که من مریض هستم. حتی اینجا پنجم کلی سیاه گشته بود. بخاطر اینکه هم شکنجه روی فرزند برام. وقتی که حمله سرم آمد قلبی، شکنجه برقی که ماندن، تلفن کردن که بچه مکتب میرفت موتر زد در شفاخانه مرد. فرزند یک هفته دیگه دختر دیگه به نام فخری از دخترای مجاهد ما بود، تکر انداخته بودن، او را با موی کشال کرده بود، او را میزد، میگه فوزیه بابو که مادر چی کرده. این چیزایی بود که سرمه اما دخترها میگه گفت تو خواه بودی ما چادر ترکیم سردن تفت بالا میشد. گفت از چادر. خب هر چیز که میگفتن میگفتم مال خدا درای خدا. چطور فهمیدین که بازی تکلیفتان بازیه؟ کجا تشخیص شد؟ در پاکستان که رفتیم دردم زیاد شد. درد زیاد شد. باز امریکایی دکترهای امریکایی میامد مریضا رو میدید اینا. بازم مارگریت رئیس ما هرسی مرا برد پیشم و دکتر خانم دکتر. و دکتر که دید گفت سرطان شده، اما وقتشان کم است. باز مرا به یک دکتر پاکستانی در اسلام آباد معرفی کرد، او عکس اینا گفت. باز او گفت زمره ای شش ماه یا دو سال زنده میمانم، میمارم دیگه هیچ حاجت تداوی نیست. اما فامیل هم شوهرم هیچ کس خبر نداشت. باز چطور باز من شده؟ من مکتبا را که میگرفتم پروژه هر سال، تنها کل اسنادم پیش مارگریت بود، تنها مارگریت خبر داشت. باز ما که میگفتم ما وقت نه پروژه بده، میگه پیسه بده، میگفتم وقت ندارم باید پروژه. باز اشکای زیاد چی میگه؟ باز بیرو که ما برادم افغانا تفسیر میکرد که سی آی است، حالا که گفته ای بکسا کار میکرد اونجا، باز من سی آی شدم. مارگریت میگفت چقدر تو حوصله میکنی مقابل قطومت ها. مطمئن یکی خوب من مسلمان هستم، به من اجر آخرت است، چیزی که من نیستم میگن اونا در آخرت ایمان خدا به من میدن. و دوم یک روز اگر من مردم باز اینا خجالت بکشم. روز باز وقتی که ژنو رفتم، از ژنو پس آمدم، قصد کشتن من کردن و از پاکستان تبعید شدم. دیگه حالت سرم آمد از چهار طرف. شاگردا زن سفیر امریکا پیشم معلم بود کردن، مظاهره کردن دخترام. اونجا که رفت یک دان مارگیر بند و گفت اگه مدیریتان باشم میموره. خب تا که تو گفت دخترها چپ کرد از گریه. من طرف سر کردم گفتم فاول زدی. قرارتان این نبود که افشا کنی؟ باز من استرالیا که رفتم من انگلیسی نمیفهمیدم. اما اول دفعه فریده جان دخترم که میرفت، دکتر که دیدستی متخصص خواست، دیگه متخصص ها میفیصله کرد چهار تا که شش ماه زنده میمانه. نشان دادن که نقش شده سرطان به این رسیده. خانه که اینا خبر شد دیگه هر طرف میدیم اولادا گریه میکنن، نان پخته میکنم نمیخوره. آخر گفتم او اولادا، برای من دکتر گفته بود که دو سال زنده میمانه. از دو سال سه ماه تیر شده، من نمیمارم شما قرار درست دانه بخونیم برم. پذیر دیگه. حس بسیار ترساور داشتین خودتان؟ میترسیدین؟ نه خیر. مرگ عقص. هیچ وقت از مرگ نمیترسیم. آماده بودم بر مرگ. بله. باز حتی در زندان که بر من ابلاغ داد، گفت که چهار شنبه چهار بجه اعدام میشی. بنام فاروق میاخیل. من برش گفتم تو یک بندی گناهکار هستی، چطور وقت مرگ مرا تعیین میکن؟ کسی که مرا پیدا کرده او مرا میبره از دنیا. یک دفعه گفت رفیق رایلا تو به نعوذ بالله زیر میزار ببین خدای عزیز کجاست. بعدم چهار بجه چهارشنبه یک ایلاشم، اما چهارشنبه من چهار بجه خلاص. پیش از اون مرا یک سطل او دادن که خدا بشوی و چادر سکو که چهار بجه اعدامت است. من چهار بجه خلاص شدم.
خب کاری که خدا میکنه بنده هیچ کس زورش نمیرسه به کار خدا. من به خدا از خداوند بسیار شاکر هستم که مرا در راه نیک برده، اولادای ما مجاهد است شکر کلگیشان در راه نیک برده. خداوند میفهمه هر شکنجه و ظلم را که دیدم شکر خدا را ادا کردم. هیچ وقت هم دوره از زندانی ها را که پرسان کردین، ما هیچ وقت ندامت نکردیم که چرا ما به زندان آمدیم. به نام یک مجاهد رفتیم، به نام یک آزادی خواه وطن سرمه می قرق داشتی، وطن رو می قرض شدا می کدم. حالی که همه تجربه ها گذشته، از بیماری سرطان شکر سلامت هستین، از زندان برآمدین، این همه اینها را دیدین و این تحولات هم، اگر کوتاه میخواین بگوین زندگی چی داد براتان؟ به علاوه سرطان رو براتان بگویم، اونجا موتر من تکر کرد، این دست من فلج شد. شما میبینین متخصصین استرالیا گفت که نیم بدن از این فلج میشه، و برشان گفتم اگر خدا نخواسته باشه جور میشه. خود از اونا گفت بر ما مردم متخصص میفقیدی تو رو میبینیم میخواییم که مسلمان شویم، چقدر قیدی؟ باز میگیم چطور روزه بگیم اتا؟ ما گفتم برو خدا شما رو مسلمان کنه. گفت دعا برتان میکنم که از آتش دوزخ شما خلاص شوید. شما میبینید که خداوند چیزی که بخواه او رو میکنه و آره میبینید مجور تیار شکر. هیچ تکلیف در وقت آخر اجازه نمیدادن حکومت که ما افغانستان بیایم. متخصص ما گفت چی کنین اگر اونجا مریض شد یا بمره؟ خب باز اونا چی گفت نیست افغانستان، دکتر از بین میره، بندی میشدین. بازو در اون مکتوب من نوشته کرده بود که ایر زندان نکشت، ایر حکمتیار نتانست کشته، ایر زندان نتانست کشته، ایر سرطان نتانست کشته، ای میتان افغانستان بخواه. در اون مکتوب نوشته کرده. خدا من شما رو داشته باشه. دیگه اما خبر کلی میگم که بی عجل مرگ نیست، بی رضای خداوند یک برگ از درخت پایین نمیه. مردم هر چی که بگه راجع به افغانستان، ای افغانستان یک مملکت است که خداوند ایره بسیار دوست داره، در مقابل هر ربر قدرت برابرش میکنه، سرمی او را جو جو میکنه. پس هیچ وقت سالم و سلامت میبره. سلامت میبره. خب قسمت آخر هستیم، بر زنهای افغانستان میخواین سفارش داشته باشین، گفته پیامی؟ دیگه بر زنهای افغانستان همیشه سفارش کردیم، گفتیم اونا ببینه که در وزارت هم نام مره اتلر ماندن. همیشه گفتیم که بر مردان چی؟ خدا مردای ما را انصاف بده. انصاف بده. نه مردای ما مردای بسیار خوب هستن. شما میتونید حضرت صاحب فوت کردن، ما و حضرت صاحب یک چیز باید یاد کنم که در پاکستان مکتبای ما که تاسیس کردم، مکتبایی که داشتم بسیار مشکل بود. بسیار تشکر خانم بودم. تشکر از شما. لطف کردیم تشریف آوردیم. تشکر. سلامت باشین. از شما تشکری میکنم بیننده عزیز و از همکارای خود هم یک جهان تشکر. برنامه های بعدی طلوع رو ببینین. تا هفته بعد خداوند نگهدارتان.